کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. صفحه 46، سوال شماره 13. کشش جنسی در رابطه زناشویی چقدر اهمیت دارد؟ اگر در آغاز ازدواج میل جنسی وجود نداشته باشد، آیا با گذشت زمان ایجاد می شود؟ افرادی این سوال را می پرسند که ازدواج کردند، اما آرزو دارند کیفیت آن عوض شود و به گونه ای بهتر باشد. آنها هم دیگر را دوست دارند، اما کشش جنسی نسبت به هم ندارند. نمی‌خواهند از هم جدا شوند و کوشش دارند عاقلانه این بیمیلی جنسی را به روش علمی تفسیر کنند و آن را به حالت طبیعی درآورند. صفحه 47، پاسخ. 1. پاسخ صادقانه من به این پرسش چنین است: نه، من باور ندارم که بتوانید یک رابطه زناشویی سالم، پایدار و عاشقانه با کسی که برایتان جاذبه جنسی ندارد برقرار کنید. حداقل من و کسانی که تماس جنسی را بخش غیر قابل تفکیک ازدواج می دانم، فکر می کنیم ازدواج بدون کشش جنسی قابل دوام نیست. به علاوه تماس جنسی رابطه زناشویی را از یک رابطه دوستی ساده متمایز می کند. شاید اگر زن و مردی که هر دو کهنسال هستند و مدت هاست که میل جنسی ندارند، تصمیم به ازدواج بگیرند، رابطه دوستی و کنار هم بودن آنها بتوانند پایه و اصل ازدواج قرار بگیرد و با خوشی و رضامندی در کنار هم زندگی کنند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که مرد یا زن 70 ساله از تماس جنسی لذت نبرد. به همین علت دوست نداشتم چنین مثالی را مورد استفاده قرار بدهم. گذشته از آن، مردان و زنان 60 یا 70 ساله چنین پرسشی ندارند، بلکه کسانی که در سنین 20 تا 40 سالگی هستند در رابطه با رابطه بدون تماس جنسی مکرر میپرسند. دوم، اگر همسرتان برای شما جاذبه جنسی ندارد، آیا با گذشت زمان جاذبه جنسی ایجاد میشود؟ بستگی به علت آن دارد. اگر وضع شما شبیه خانومی است که در سال 15 آمده و در آن زنی پرسیده است که چرا در حالت عادی مردان خوب برایش جاذبه ندارند، شما میتوانید با گذشت زمان میل جنسی پیدا کنید و این کار با التیام دردهای عاطفی میسور است. اصولاً میمیلی جنسی ناشی از ناتوانی جنسی با درمان ناتوانی معالجه می شود. گاهی فقدان کشش جنسی به دلیل آن است که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اید و از نظر روحی صدمه خورده اید. صفحه 48. روانشناس در این مورد به شما کمک خواهد کرد. حال اگر این مسائل وجود نداشته باشد و در شروع رابطه هم نسبت به هم میل جنسی نداشته اید، فکر این که مرور زمان بین شما کشش ایجاد کند را از سر به در کنید، چون چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
در این باره به موارد زیر فکر کنید. 1. شما نمیخواهی با کسی خیلی صمیمی باشی، به این جهت از رابطه زناشویی حقیقی کنارگیری میکنی. تماس جنسی زن و مرد را به نحو ویژه‌ای به هم پیوند میدهد. هیچ عاملی مثل تماس جنسی که باعث وحدت جسمی و روانی همسران میشود بین زن و مرد صمیمیت ایجاد نمیکند. تماس جنسی فقط اطفای شهوت نیست، بلکه با عشق ورزی همراه است که صمیمیت و نزدیکی خیلی زیادی ایجاد میکند. لذا اگر تماس جنسی نباشد صمیمیت ایجاد نمی شود و حقیقت آن است که شما از رابطه زناشویی حقیقی خودداری کرده اید و شخصی را در زندگی انتخاب کرده اید که به او میل جنسی ندارید. به طبع آن تماس جنسی که عامل صمیمیت است انجام نمی گیرد و از این راه شما از ایجاد صمیمیت مطلق در زندگی زناشویی جلوگیری می کنید. وقتی میدانی قرار نیست که تماس جنسی انجام بگیرد مطمئن هستی که صمیمیت از مرد مشخص بیشتر نمی شود و می توانی خودت را از آسیب پذیری که برایت معنی افزایش صمیمیت را به همراه دارد حفظ کنی. صفحه 49. دوم، کوشش می کنی اختیار دست خودت باشد. وضعیت کنترل. وقتی حس می کنی تحت جاذبه کسی قرار گرفته ای، تمایل داری که به او اختیار بدهی تا به تو نزدیک شود و وضعیت کنترل شده را تو را نقض کند. در این وضعیت به خود می گویی تو انقدر زیاد مرا تحت تاثیر قرار دادی که وادارم کرده ای کنترل خود را از دست بدهم. حال اگر کسی هستی که به هر دلیلی می خواهی همیشه کنترل اوضاع را به عهده داشته باشی یا از کنترل شدن به وسیله دیگران واهمه داری، همسری انتخاب میکنی که برایت کم جاذبه باشد یا اصلا جاذبه ای نداشته باشد تا بتوانی خودت را ایمن نگاه داری، چون کشش قوی جنسی تو را به طرف او نمیکشاند و میتوانی یک فاصله عاطفی بین خودت و همسرت ایجاد کنی تا وضعیت کنترل تغییر نکند و این تصور را داشته باشی که در این رابطه قدرت بیشتر را در دست گرفتی. بیمیلی جنسی از مشکل ترین و در این حال مهمترین مسائلی است که همسران قبل از ازدواج باید با آن روبرو شوند، هرچند که ممکن است برای بعضی ها خیلی رنج‌آور باشد. درباره آن چه گفتم دقیقا فکر کن و تصمیمی بگی که قلباً آن را درست می‌دانی. صفحه 50، سال شماره 14. انگیزه دگرگونی و ابراز عاطفه در یک فرد چگونه ایجاد می‌شود؟ هر وقت کوشش میکنم درباره کار کردن روی وجوه رابطه مشترک با شوهرم گفتگو کنم، میگوید از وضع موجود خوشحال هستم. هر کاری میکنم او علاقه به دگرگونی و تکامل نشان نمیدهد. چگونه میتوانم در او انگیزه ابراز عاطفه را بیشتر کنم؟ پاسخ: جوابی را که میدهم نمیخواهی بشنوی. شما نمیتوانید در شخص دیگری انگیزه دگرگونی و رشد را ایجاد کنید. منطقی است که او خودش انگیزه را ایجاد کند، اما همسرتان را دوست دارید و او نمیخواهد رشد داشته باشد یا ابراز عاطفه نماید. میدانید رابطه مشترک در این شرایط موجب رشد او نمیشود. میدانم قبول این موضوع خیلی دردناک است، چون من هم در زندگی خودم با چنین مشکلی چند بار روبرو شدم و فهمیدم چقدر زجرآور است که ببینی همسرت در پذیرش کمکی که کاملا زندگی مشترک را از آشفتگی نجات میدهد مقاومت میکند. مثل آن است که جلوی چشمت کسی را که دوست داری در دریا دست و پا بزند و بخواهی او را نجات بدهی، اما وقتی که طناب نجات برایش بفرستی آن را پس بزند و ادعا کند نیازی به آن ندارد. میدانی اگر از دریا خارج نشود میمیرد. التماس میکنی دستت را بگیرد و بالا بیاید، اما او احمقانه خودداری میکند و تو مجبور میشوی غرق شدن او را ببینی. حال به درس خیلی مهمی که تاکنون درباره عشق آموخته‌ام توجه کنید. بعضی افراد ظرفیت ندارند تا طوری عشق بورزند که مطابق میل شما باشد. صفحه 51. یا ظرفیت داشتن رابطه مورد نیاز شما را ندارند. این به این معنی نیست که آنها آدم سختگیر یا لجبازی هستند و یا اینکه زیرکانه کوشش می‌کنند شما را ناراحت کنند. آنها نمی‌توانند از نظر عاطفی مشابه شما رفتار کنند، نه اینکه بخواهند چنین رفتاری داشته باشند. متاسفانه همسران در آغاز رابطه به این مسائل توجه نمی‌کنند که ببینند آیا آنقدر با هم سازگار هستند که بتوانند زندگی سعادتمندی را در کنار هم داشته باشند. ممکن است یکی از آنها انتخاب خوبی نباشد یا در مورد دیگر می توانند انتخاب اشتباه باشد.
به هر حال مسئله اصلی بین این زوجها این است که روش عشق ورزیدن آنها با هم منطبق نمی باشد. برای راهنمایی شدن او از این روش استفاده کنید. بدون اینکه او را سرزنش کنید کنارش بنشینید و با حسن نیت به او بگویید که تو را خیلی دوست دارم. چند سال از کوشش کردم زندگی مشترکمان رو به راه باشد. می دانم که متوجه هستی من از تو خواهش کردم که احساسات خود را آشکار کنی. روی وجوه زندگی مشترک کار کنیم. درباره موضوعاتی که داریم به گفتگو بنشینیم که تمام اینها یک دلیل دارد. نجات زندگی مشترکمان. زندگی مشترکی که از روال آن خوشحال نیستیم. همیشه گفته ای از وضع موجود راضی هستی. همیشه گفته ای علاقه نداری به شکلی که من میخواهم دگرگون شوی و به کمال برسی. بدون توجه به آنچه گفته ای همیشه کوشش کردم تو را وادار کنم عوض شوی. حال میدانم که این کار من اشتباه بوده است. صفحه 52. تو حق داری هر طور که میخواهی زندگی کنی. من هم چنین حقی دارم. راه من بهتر از راه تو نیست، فقط با آن فرق دارد. بنابراین عزیزم، هر چقدر وقت نیاز داری، روزها یا هفته ها در اختیارت هست تا برای آخرین بار از خودت بپرسی آیا از این که همینطور که الان هستی زندگی کنی خوشحالی و رابطه ای را که همسرت از تو میخواهد تا عاطفه‌ات را ابراز کنی و رابطه مشترک را بهبود ببخشی نمیخواهی. اگر به نزد من بیایی و بگویی دقیقا همین حس را داری، من متوجه میشوم که وقتش رسیده تا بدون تو زندگی کنم. توجه کن، من طالب زندگی زناشویی هستم که در آن من و شوهرم همیشه در حال تکامل باشیم و دگرگونی های لازم را پذیرا شویم و کوشش کنیم تا صمیمیت و عشق ورزی بیشتری داشته باشیم. این مهمترین هدف من در زندگی است. من دوست دارم زندگی این چنینی با تو داشته باشم، اما اگر تو این نوع زندگی را نمیپسندی، آن را درک میکنم و خود را آزاد میکنم تا کسی را بیابم که نسبت به عشق و زندگی نگاهش مشابه من باشد. و تو هم آزادی کسی را پیدا کنی که تو را همینطوری که هست دوست بدارد. جرأت کنید و مطالب گفته شده را با شوهرتان در میان بگذارید. البته این کار خیلی مشکل است، اما بهترین کاری که در رابطه مشترک تا حال انجام دادید برای او هم بهترین است. از کسانی که این روش را به کار بردم شنیدم که همسرشان بعد از شنیدن این گفتگو به طور معجزه آسایی دگرگون شده و خود را برای تکامل شخصیتی آماده کردن. بنابراین چنین کاری امکان پذیر است و هر نتیجه‌ای حاصل شود به هر حال نقطه عطف زندگی شماست. شما آن زندگی را که همیشه در رویا می دیدی تجربه خواهی کرد. صفحه 53، پایان فصل اول.